باز سلام ها و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه گفتگو با رفقا تقی روزبه و محمد رضا شالگونی هستیم و باز نگاهی میکنیم به جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه، نسل‌کشی و آخرین تحولات در این رابطه، موضع چپ و نیروی ترقی‌خواه و صلح‌طلب چگونه باید باشه، چگونه باید به بستری جنگ اسرائیل علیه فلسطینیان رابطه این دو ملت پرداخت. درود بر شما تغییر روز بگیرم. منم همینطور به خودت و رفیق شالگونی و همینطور بینندگان عزیز درود می‌فرستم. جنگ همچنان ادامه داره علارغم توافقات بر سر مسئله آتش بس موقت و امیدواری هایی که انجام شده، همچنان مسئله آغاز آتش بس موقت تا حدی میشه گفت که رنگ باخته به واسطه حملات بسیار شدید اسرائیل، حداقل به قول خودشون به 300 نقطه و اختلافاتی که در خود کابینه اسرائیل هم هست. ظاهرا اینجوری به نظر میرسه که آتش بس از روز جمعه اجرایی بشه، در این حالی که ظاهرا قرار بود از روز پنجشنبه آغاز بشه. اختلافات و ناهمگی هایی بر سر اعلام اسامی افسرهای اسرائیلی و نحوه آزادیشون وجود داره و موانعی که در ارتباط با چیز وضعیت میدانی وجود داره که در کجا این به اصطلاح اسرا در واقع مبادله بشن. قطر و مصر و ایالات متحده در واقع این مذاکرات رو پیگیری کردن و فشارهای بسیار بسیار گسترده جهانی، خصوصا تظاهرات ها و اعتراضات خیابانی علیه جنگ اسرائیل و علیه نسل‌کشی در جهان ما ادامه داره. شما چگونه میبینین این آخرین تحولات رو و فکر میکنید این جنگی که اسرائیل علیه فلسطینیان آغاز کرده چگونه خواهد بود با توجه به ویرانی بزرگ و بسیار بسیار وحشتناکی که در غزه وجود اومده و این چند هفته، بیش از پنج هفته بیابی و قطع غذا و آب و سوخت و بمباران های وحشیانه؟ ببینید این مسئله ای که الان تحت عنوان وقفه کوتاه مدت چهار روزه و آزاده یک تعدادی از گروگان ها اسیر شدگان، اینها الان توافق شده، همه پذیرفتن تمام طرفین، خودش محصول یک سری بسیار نیروهایی است که فشار وارد کرده در سطح داخل اسرائیل، در سطح منطقه کشورهای عربی و کشورهای مجاور و جهان، افکار عمومی جهان که اینا هم به قدرت ها منتقل شده، مثلا دولت ایالات متحده، فرانسه، میبینیم هر کدومشون دارن نقش خودشون رو بازی کنن. مثلا بریکس، مثلا تجمع 7-8 تا کشور بسیار مهم با اون پر جمعیت و اقتصاد قوی، اینا همه مثلا خواهان سریعتر آتش بس شدن در همین شرایطی که منجر به این وقفه شده. خود سازمان ملل البته و بسیار از کنشگران و همونطور که اشاره کردی جنبش های اعتراضی، صدای در واقع ابرقدرت افکار عمومی، این بسیار مهمه که به هر حال اینها تبدیل میشن به وساطت، مثلا فرض کن کانال های مختلف سازمان ملل، تشکل های گوناگون، نهاد های گوناگون، حقوق بشری، غیر حقوق بشری، رأی و تهدید به عدم رأی به دولت ها و مثلا دولت آمریکا و کشورهای دیگه، یعنی از این کانال ها میگذره، نهایتا تأثیرات مستقیم میذاره این افکار به صلاح عمومی بر کل جهان. ولی عمومی که میگیم فقط هم به جهان نگاه نکنیم، خود داخل اسرائیل هم بخش از این افکار عمومی از قضا نقشه به نظر من خیلی مهمی در پذیرش این مسئله داشت، چون دولت دست راستی و افراطی
اسرائیل و شخص نتانیاهو قویا مثلا مخالف آتش بس بود، نه یک بار، به کرات اینو مطرح کردن، به هیچ وجه، به خاطر اینکه دشمن ازش استفاده میکنه و مثلا برنامه های ما مثلا به عقب میفته، به تعویق میفته. حتی به صورت مثلا خیلی لفاظانه سعی میکرد که بگه که چون گروگان ها از نظر افکار اون بسیار مهم بود، میگفت از طریق جنگ پیوند میخواست بزنه، هم جنگ هم آزادی که اونها اولویت های ما هستن، در حالی که افکار عمومی، حالا جهان هیچی، کشورهای منطقه هیچی، خود درون اسرائیل شدیدا اینا رو زیر فشار قرار داد که اولویتتون رو تعیین کنید، آیا میخواهید نجات بدید غیر نظامی ها رو، اسیر شدگان رو؟ با جنگ این منافات داره، ولی اون میخواست یه جور اینا رو با هم به هر حال سرهم کنه که خیلی تلاش کرد، خیلی خیلی، ولی نهایتا مجبور شد تم بده. چرا؟ برای اینکه همونجا افکار عمومی اونا، درسته مثلا خانواده اونا 200 نفر تعدادشون زیاد نیست، ولی حمایت زیادی میشن در درون خود اسرائیل، در درون به اصطلاح ساختارها و بیرون به اصطلاح کشور اسرائیل، جاهای دیگه، و یک نیروی خیلی عظیم میشدن که جواب سربالایی رو داریم ما میدید اینا رو داشتن. واقعا اینا در اصلا میبازن افکار عمومی در اسرائیل. به هر حال بازی با این افکار خیلی مهمه در انتخابات، در رأی، در حفظ اقتدار، و مثلا جان گروگان ها کسی نمیتونه با این شوخی کنه، و این پذیرفته شد. و این مسئله تاوان داره، یعنی یک نوع عقب نشینی زیر فشار ولو موقت صورت گرفته و باعث شده که حتی کمانه کرده درون کابینه اسرائیل، و الان بخشی از این کابینه مخالفن سر راست و فاشیست در اینها همشون هستن، راست، طیف، افراطی، فاشیست، ولی خب باز هم اونها هم توشون فرق میکنه. اونایی که خیلی به سو ارتدوکس هستن، دونم صهیونیست اصیل و اینها، اینها اصلا مخالفن، میگن نباید جنگ وقفه ایجاد بشه توش. و بعدم خب وقفه که ایجاد بشه، بستری برای فشارهای بعدی خواهد بود، چون این در واقع آتش بس فوری و دائم شعار حداقل و فراگیر همه هست، و اسرائیل در این حوزه در سطح افکار عمومی در واقع باخت داشت و در حال باخت کاملا هست، و همین دلیلی که مجبور شده، ناگزیر شده، و این نیرو علارغم میلون است و باید این نیرو تقویت بشه، همون نیرویی که وقفه رو دولت‌های غربی هم نمیتونستن تحمل کنن، نتونستن خودشون مستقیما تحمل کرده، همون نیرو میتونه مسیر بعدی رو، یعنی همین آتش بس و اصطلاح توقف کشتار و صلح و مسائل دیگه ای که مطرحه فراهم کنه، بستریشو. پس بنابراین این خیلی برای ما ارزش داره، یعنی برای کنشگران، برای جنبش جهانی، که این مسئله صورت گرفته. از طرف دیگه حکومت اسلامی هم هست، دولت‌های دیگه هم هستن که سعی میکنن با این بازی کنن. خود اسرائیل مثلا طرحی که برای بعد از غزه داده، بعد از پایان جنگ، کاملا شکاف است بین او و حتی متحدین غربی، چون اونجا به هم یه دولت فلسطینی باید تشکیل بشه، غزه باید مثلا مستقل مثلا باشه از دولت اسرائیل و ارتباطش بشه اون بخش کرانه با غیره و اینا، یعنی فلسطینی ها اینا، حالا شرایطی هرچی باشه، حالا یا یک صلح بین المللی، نیروی بین المللی باشه، یا مثلا کشورهای منطقه عربی، مسائل مختلفی. ولی خب دولت اسرائیل نتانیاهو اعلام کرده که ما نمیتونیم غزه رو رها کنیم، امنیت همه چیزش باید دست خودمون باشه. خب این از همین شکاف، و البته سعی میکنم با چراغ خاموش حرکت کنم فعلا رو مسائل دیگه که این خیلی مثلا باد زده بشه، ببین متحدین هم شکاف میفته و از حالا به صرفه نیست، ولی خب این خیلی مهمه که نقشه اسرائیل مشخصه میخواد چی کنه، ببین با خیلی از مسائل منطقه و بین المللی درگیر میشه. خب به همین دلیل بسترهای خیلی مناسبی وجود داره در پیشبرد مسئله صلح، نظر من یک گامی است، گرچه کوتاه مدته، ولی همین که کشتار شروع بشه، یه وقفه شروع بشه، یعنی بعد از وقفه، این فرصتی است برای اینکه اون جنایت ها رو هی بررسی کنید، چون خطر تداوم جنگ به نظر روانشناسی دارم میگم عادی سازی شدنه، بی‌حس شدنه، کرخت شدنه، ناامید شدن این افکار عمومی و جهان، تماشاگر شدن نه، آدم فکر میکنن خب داره حوادث پیش میره اینجا اونجا، هی خودش رو انتباه بدن، وضع بدتر و بدتر. این در واقع باطلاق، بدترین باطلاق است که میتونه جهان افکار عمومی پیش وارد بشه، و بعد هر لحظه علیه هیچ جنگید،
گام به گام حتی شده، لحظه به لحظه این هیولا رو، هیولای بسیار جنگ و سیطره و کشتار و همه اینا که میبینیم، و مسئله هم بسیار مهم شده در افکار عمومی. از در بین‌المللی مثلا میبینیم که هابرماس و مثلا اینا برای روشنفکران بزرگی هستن، مهمی هستن، چجوری تبدیل شده به یک مسئله که اصلا این مسئله یهود تفکیک میشه از مسئله دولت اسرائیل. این یک دستسازی و مثلا ادغام اینها با هم در واقع مسیری است که الان به اینجا منجر شده و باعث شده که خود این که علیه هولوکاست مثلا در بود اسرائیل و دفاع کردن خودش تبدیل میشه به مولد هولوکاست های جدید. چرا؟ برای اینکه اگر انسان ها نتونن بر مبنای خواست های مثبت اثباتی پیشرو انسانی آزادی بخش رهایی متمرکز بشن، همون رو باسولید میکنن در ضدیت با اون چیزی که درگیر هستن، هیچ راهی دیگه نیست. یعنی خلق و خوی شما همین میشه و این اتفاق افتاده و اتفاق میفته، برای همه هم اتفاق میفته. اسرائیل یک نمونه برجستشه، خود حماس و دولت‌های دیگه، حکومت اسلامی، همه اینا در نبردهایی که هست تو جامعه اینا، این یک جانبه بودن بدون مازاد رهایی، یعنی مطرح کردن خواست و مطالبات انسانی، طبیعتا خشونت میاره و این معادله معیوب تقویت میشه. بعد علیه معادله معیوب و شکستن این رابطه نیروهای پیشرو مداخله کنن و اجازه ندن که رختی و بسیاری بر جهان حاکم بشه. ممنونم. درود بر شما محمد رضا شارگونی عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و رفیق تقی عزیز، در خدمت هست. همونطور که رفیقمون تقی گفت، مسئله اعلام آتش بس توافق روی این تا حد زیادی با یک بن‌بحث‌های روبرو و ما خب یک نقطه بسیار بسیار مهمیه برای آغاز یک روندی که بسیار از مردم جهان در خیابان‌ها فریاد می‌زنن. یعنی شما نگاه می‌کنید در خود یک میزان نفرتی الان در بین در این جنگ وجود داره، نفرت اسرائیلی ها، دولت اسرائیل و خصوصا کابینش علیه مردم فلسطین، علیه که به اصطلاح تحت عنوان حماس، جنگ با حماس داره میگذره، و موقعیتی که در کل در واقع جهان هست. میبینیم که واشنگتن به اصطلاح دولت بایدن به طور بیقید شرطی و مثل دولت آلمان و بسیاری از مثلا بریتانیا بی قید شرط دارن از این جنگ که به رهبری نتانیاهو هست که قبل از جنگ بسیار هم در انزوا بود دارن دفاع میکنن. در چیز افکار عمومی اینها به شکل بسیار گسترده ای افکار عمومی جهان منزوی شدن، اما تا حد زیادی این خط داره پیش میره. روسیه و چین تا حد زیادی علارغم دفاع از مسئله آتش بس یا مسئله به اصطلاح گفتگوهای صلح، تا حدی دخالت بسیار بسیار ضعیفی تو این روند کردن و ما میبینیم که تا حد زیادی این موقعیت بسیار وحشتناکه. تو آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین بسیاری از این دولت‌ها و افکار عمومی میشه گفت که یه همبستگی زیادی با مردم غزه و مردم فلسطین دارن انجام میدن و این وزنه ترازو داره روز به روز سنگین‌تر شده به لحاظ افکار عمومی. اما قضیه این جنگ ادامه داره، معلومم نیست که حتی بعد از این چند روزه آتش بسی اگر از روز جمعه آغاز بشه این روابط چگونه پیش خواهد رفت. شما ارزیابتون چیه؟ چون می‌بینیم که حتی اعلام آتش بس به شکل وحشتناکتری چندین 300 نقطه رو زدن، حتی در جنوب لبنان رو هم زدن، حتی رئیس بیمارستان شفا و بسیاری از رؤسای پزشکان بیمارستان رو گرفتن و گفتن حتی بیمارستان اندونزیایی هم بعد از چند ساعت باید تخلیه بشه. این رو چگونه می‌بینید؟ این سیاست اسرائیلی چگونه پیش خواهد رفت؟ والا من فکر می‌کنم در وهله اول این ضربه‌ای که اسرائیل خورده چون بی سابقه بوده و
توجه داشته باشیم که اسرائیل در تاریخ موجودیتش مخصوصا از سال 1967 به این بر هیچ وقت اینطور به اصطلاح تلفات انسانی وسیع نداده بوده، اون هم به از مردم غیر نظامی. این در ذهنیت اسرائیلی‌ها شوکی رو به وجود آورد و این اتفاق در شرایطی صورت گرفته که در واقع یکی از دستراستی ترین حکومت‌های اسرائیل یا شاید اصلا دستراستی ترین حکومت تاریخ اسرائیل در قدرته. این نه تنها نتانیاهو بلکه اون مؤتلفانش و اینها اصلا نیروهای شبه فاشیستی هستن واقعیتی. بنابراین در این شرایط اولا که در خود افکار عمومی بخش قابل توجهی از مردم اسرائیل به هر حال یه شوکی به وجود اومده که میخوان در واقع یه ضربه شسبی نشون بدن، و طرف دیگرش هم این کابینه به اصطلاح واقعا وحشتناک نتانیاهو طرحی نداره برای مسئله اسرائیل به اصطلاح فلسطین و اسرائیل، رابطه با اسرائیل. اینها اصلا طرح دارن، البته طرحشون عبارت از اینه که فلسطینی ها باید بکوچونند و از اونجا دور بکنند و الاخر دیگه، اینا بارها هم گفتند و بیان کردند و الاخر. بعد منتها خب این به این سادگی ها که عملی شدنی نیست و ملت فلسطین چیزی نیست که به سرعت بشه به اصطلاح اون رو قلع و قمع کرد، و حتی در دراز مدت هم هرچه بیشتر به اصطلاح قضیه حادتر خواهد شد. با توجه به اینها من فکر میکنم که اسرائیل در واقع حالا اساساً همون چیزی رو پیش میبره که نتانیاهو میگفت انتقام گیری، سه مرحله کرده بود، اون انتقام گیری خیلی برجسته شده و چون طرح دیگری هم ندارم برای به اصطلاح مسئله، واقعیت اینه که این کشت و کشتار رو هی ادامه میدن. توجه داشته باشید که کشتاری که از مردم فلسطین، مردم اسرائیل شد توسط حماس، خب به هیچ وجه قابل دفاع نیست. هیچ انسانی در هیچ جایی به بهانه نمیدونم حتی نظرات کاملا ارتجاعی و فاشیستی جانش نبایستی در خطر بگیره. اینها نمیشه این شکلی از به اصطلاح آینده انسانی برای این سیاره دفاع کرد. و اینها واقعیت اینه که فلسطینی اسرائیلی ها اصلا کلن در فضای ذهنیت اسرائیلی ها یه چنین چیزی هست که و افکار عمومی به اصطلاح اون رسمی اسرائیل، نه مردم قابل توجهی در اسرائیل هستن که مخالف با این جریان هستن، ولی افکار عمومی رسمی اسرائیل یا اونهایی که در واقع شکل داده میشه به دولت به وسیله دولت صهیونیستی، اون اینه که ما یهودی ها قربانی داده ایم و بنابراین مسئول از هر نوع ملامت باید باشیم، مسئول از هر نوع به اصطلاح حسابرسی و فلان باید باشیم. هر کاری بکنیم در واقع ما یک چیز به خاطر قربانی هایی که داده ایم یک چیز استثنایی است. بنابراین که این مسئله در خود اسرائیل شایع است. این کابینه هم خیلی به دلایل دیگر هم کمه که گفتم مخصوصا خصلت خودشون این اوهی ادامه میدن. طرف دیگر اینه که واقعیت اینه که غرب، دولت‌های غربی، آمریکایی ها چه یه طرف هستن، خود اروپایی ها، دولت‌های اروپایی، واقعیت اینه که کشت و کشتاری که از یهودی ها شده، قبلا هم من بارها اینو گفتم، کشت و کشتاری که شده اروپایی ها کردن. واقعیت اینه که در بین مردم عرب و در بین به اصطلاح مسلمانان یهود کشی زیادی صورت نگرفته هیچ وقت، واقعیت اینه. ولی در مقایسه با این در اروپای به اصطلاح متمدن، حتی وقتی که متمدن تر شد و شهرنشینی بیشتر شد، اصلا حاد شد اصلا یهود ستیزی و حتی پاک کردن در واقع نسل یهودیان. در واقع اون جنایاتی که اتفاق افتاده میخوان که
تاوانش رو یه کسی دیگه بده، مثلا احساس گناه میکنن، احساس مسئولیت میکنن، در واقع یه نوع انسانگرایی رو ظاهرا علم کردن. منتها در این انسانگرایی دو نوع انسان وجود داره، یکی انسانهای نیم آدم، یکی انسانهایی که در واقع بایستی به طور ویژه بهشون توجه بشه. یعنی در واقع اسرائیلی ها رو در واقع اروپایی از خودشون میدونن، فلسطینی ها را ملت عقب مانده و فلان. این همون تفکریه که اروپایی ها در دوره استعمار رو اینها پیش بردند و اینها، و این توجه داشته باشیم که همین مسئله اسرائیلی که از آخرین به اصطلاح تجلی های استعمار دیگه، اینها میگفتن که آره باید همه چیزهای انسانی و فلان و اینا، همه اروپایی ها رو نمیگم، اون نظر مسلطی که حتی بسیاری از لیبرال های اسرائیل اروپایی رو دفاع میکردن، ما اروپایی ها و دیگران، مثلا آیا هندی ها هم آدم هستن؟ نه، آدم های درست حسابی نیستن اینا. عرب ها هم اینطوری هستن؟ نه، اینطوری نیستن. همین فرانسه که مرکز انقلاب بسلا رادیکال بسلا در قرن 18 بود، که واقعا یه حادثه کلیدیه که دنیا رو واقعا اثر گذاشته، اثر عوض کرد از جهات مختلفی، مثلا الجزایری ها و مراکشی ها و اینا رو در واقع آدم حسابی نمیدن، اینا رو بیان کردن ها، نه که مثلا فاشیست هاشون حتما بیان کرده باشن، نه اصلا بیان کردن اینها رو. در مثلا آدم هی این وقتی اینو صحبت میشه بلا فاصله میره آدم که هیتلر و فاشیست ها این کار رو کردن، بقیه نکردن. نه، اینطوری نیست. حتی گفتم دیگه قبلا، جان استیوارت میل هم اصلا معتقده که دیگران اصلا اونطوری نیستن. داریده حالا یهودی ها جزو اروپایی ها تلقی میشن، در واقع فلسطینی ها جزو انسان های درجه دوم، و بنابراین که در اینجا حتی در مبادله اسرا فلان چه میشه، آدم باید به این مسئله توجه بکنه. 50 نفر اسرائیلی رو آزاد میکنه حماس، بعد 150 نفر چیزه. یادمون باشه قبلا مثلا برای اون گروگانی که اسرائیل به اسرائیلی حزب الله فکر کنم یا یکی از اینها داشت و اینها، که بسلا یک نظامی جوان اسرائیلی بود، 1025 نفر رو اسرائیل از زندانیان فلسطینی رو آزاد کرد. این از یه نظر جالبه ها که آزاد، ولی اسرائیلی های 1000 نفر فلسطینی معادل یک اسرائیلیه. حالا مخصوصا این نابرابری خیلی، یک نجات پرستی اوریان در جریانه، در افکار عمومی مردم اروپا رو نمیگم، افکار عمومی حالا شورش کرده، ولی در اون تفکر رسمی که در اروپا هستش چنین چیزی هستش. دولت آلمان نیست فقط، دولت فرانسه نیست فقط، دولت انگلیس نیست فقط، در آمریکا هم که اصلا دیگه هیچ چیز دیگه از بعد منتها. واقعیت اینه که اینا شکست خوردن، افکار عمومی جهانی و از جمله افکار عمومی اروپایی ها و آمریکایی ها و حتی یهودیان آمریکا رو توجه داشته باشید، علیه این برانگیخته شده. بنابراین که اسرائیل رسوای این جنگ هستش، از نظر سیاسی شکست خورده کامل هستش. البته هرچه بیشتر این قتل عام به اصطلاح نسل کشی واقعا اصلا در غزه صورت میگیره، این رسوایی بیشتر خواهد شد. اسرائیل چهره واقعی خودش رو نشون میده. به نظر من شکستش قطعیه، راه حلی هم نداره. راه حل از اینجا عبارت از اینه که فلسطینی ها را تصفیه به اصطلاح نژادی بکنیم و اصلا از روی چیز پاک بکنیم. به این بنابراین نتیجه بگیرم به پاسخ شما، به این سادگی ها مسئله حل نخواهد شد، ولی آتش بس مجبور اتفاق بیفته، چون فشار افکار عمومی در کل جهان و مخصوصا در کشورهای غربی و اینها طوریه که نمیشه اصلا اینو نادیده گرفت. حتی کشورهایی مثل چین و اینها بنا به دلایل دیگری اصلا نمیتونن این وضعه، مثلا اونها چین توجه داشته باشید که پیوندهای اقتصادی با 460 میلیون عرب و فلان میخواد داشته باشه و فلان در این منطقه حساس و فلان، نمیتونه به ذهنیت توده‌ای عرب ها کاملا بی اعتنا بمونه و فلان اینا. بس بنابراین که همه چیز بر ضرر به اصلاح چیز هست. اگر قبول کنیم که جنگ
و شکل دیگری از سیاسته، در این جنگ اسرائیل شکست خورده، یعنی رسوا شده، ولی جنگ ادامه داره. حالا چطور به کجا خواهد انجامید؟ مبادله اسرا و فلان اینها یک مرحله از اینه، ولی جریان این که راه حلی برای فلسطینیا ایجاد بشه به نظر من در افق دیده نمیشه. همش ممنونم رفیق عقیل. شما از در واقع از نظرات و گفته ها و جهتگیری هایی که توی جریانات چپ و ترقی هایی که در سطح بین المللی هم هستن اشاره کردید، به هابرماس اشاره کردید و موضع گیری هایی که بسیاری از جریانات علیه هولوکاست، کشتار یهودیان دهه ها انجام دادن و الان جهتگیری هایی که بسیاری از همین احزاب چپ و یعنی بیشتر سوسیال دموکرات و حتی سبزها در همراهی با جنگ اسرائیل علیه فلسطینی ها انجام میدن، تو شاهدی تا حد زیادی میشه گفت که همراه بودن با به اصطلاح جنگ دفاعی که اسرائیل داره انجام میشه، از یک سری از افراطی خواهی ها و سیاست های افراطی به اصطلاح خودشون رو متمایز میکردن، اما تا حد زیادی توجیهگر این جنگ بودن. به قول رفیق شارگونی به گونه ای میپذیرفتن که ملت اسرائیل یا ملت اروپایی فرق داره با ملت عربی که فلسطینی اونجاست. این مجازات ها تا حد زیادی براشون قابل پذیرشه. رسانه ها هم که میبینیم، رسانه های جهان همه در جهت این جنگ دقیقا به عنوان یکی از ابزارهای جنگی که علیه فلسطینی ها، جنگی که علی برای نسل‌کشی هست داره عمل میکنه. توی سیاست های عمومی اپوزیسیون ایران رو هم ما شاهدیم. این تمام اپوزیسیون راست، سلطنت طلب ها و شاه اللهی ها تا بسیاری از گرایشات، اونها همراهن با به اصطلاح سیاست اسرائیلی تا حد حتی به قولی میخوان امیدوار بودن که کاش سر ما رو در تهران بزنن. و حتی ما شاهدیم اون جریان به اصطلاح جریاناتی که میخوان علیه اتمی شدن ایران باشن توی آمریکا که جریان کاملا راستیه، اونا خواهانی بودن که زود این کاش کارو با یه بمب، به قول 9 نفر از زندانیان سیاسی گفتن کاش با یک بمب اتمی کار رو یکسره کنن تا دنیا یه نفس راحت بکشه از حمله کردن به اصطلاح به این مراکز اتمی تا مراکز موشکی ایران حمایت میکنن، تا حتی در واقع جنگ دیگری که مسئله رو به راحتی بتونن به اصطلاح از این قضیه، از این موقعیت درآن. و از اون ور ما جریانی رو میبینیم که با همین عنوان مسئولیت ما در برابر رنج دیگری، در مورد قتل عام غزه نوشتن که هیولای بیتفاوتی پاشناشی جنبش انقلابی ما خواهد شد، در سرزمینی با کثرت زبانی و مذهبی و در سرزمینی با انواع گسلها و تلاقیها، گاههای ستمها، در پیوند تنگاتنگ با سایر زحمتکشان و ستم دیدگان منطقه، بیتفاوتی نسبت به رنج دیگری به سلطه بیشتر نیروهای حاکم و ناممکن شدن هر تغییری منجر خواهد شد. و اونها دقیقا علیه این جنگ و در همبستگی با مردم فلسطین نوشتند. شما چگونه میبینین این چیز ذهنیت جهانی، این ذهنیت سوسیال دموکرات های که پرونده خیلی روشنی هم نه در اوایل قرن 20 داشتن و نه پس از اون، حتی در این جنگ یوگوسلاوی، جنگ های مختلف، اساسا در کنار نیروهای هژمونی جهانی ایالات متحده قرار گرفتن، شما چگونه می‌بینید؟ در مورد اون صحبتی که در مورد هابرماس کردم، بیشتر منظورم این بود که اشاره میکنه به این که در دنیای غرب، خصوصی در آلمان این خیلی برجسته است، که انتقاد از دولت اسرائیل و سیاست‌های او
اشغال و غیره و اینها و این آپارتاید معادل یهود ستیزی تلقی میشه. این یک معادله به اصطلاح ساخته و پرداخته شده است که در غرب روی این سوار شدن و در این چندین دهه پیش برده شده که الان شکاف های در این ایجاد شده بسیار مهمه از نظر اون مفاهیم و بنیادهایی که بر مبنای این افکار عمومی رو شکل میدن، میسازن، فریب میدن و یک سیاست هایی رو پیش میبرن. شکاف در اونجا یه مقاطعی میرسه که ما شاهدش هستیم و این مورد از اون موردها بود که هابرماس به عنوان اینکه در این حال یک روشنفکر ترقی خواه بود، به هر حال طرفدار صلح، اتحاد، همزیستی اینها یا گفتمان اخلاقی و در واقع ابزار مثلا رسانه اینها رو برای مثلا گفتمان اینها یعنی زبان اینها رو به کار گرفته که مفاهیمی ایجاد بشه، همفکری ایجاد بشه بیان بشر و انسانها. توعیه های نظریاش به هر حال در این همزیستی و اینها بوده اساسا، ولی ببینیم که اینجاها که میرسه در این بیزنگاها که در گذشته مواردی بوده، اینجا مثلا حق دفاع از خود اسرائیل رو قائل میشه به نحوی که عملا این سیاست های جوری به اصطلاح تأیید میشه به طور ضمنی حداقل، در حالی که با صحبت های خودمون تناقض داره. من نمیخوام وارد بحثون بشم که اون بیانیه که دادن تناقضاتش چه هست، ولی میخوام که از این جهت که شکاف بزرگ در جهان ما داریم میبینیم ایجاد میشه، بحث داره میشه و این مهمه، یعنی و تحولات اگه قرار بشه، راه حل هایی قرار بشه ما صحبت کنیم، چون مشخص که الان خیلی اوضاع خراب نمیشه، ولی اون روند ها بسیار مهمن که بر مبنای اونها میشه آینده ای رو آتیه ای رو متصور شد. و البته کنشگران فقط منتظر نیستن که آینده به وجود بیاد، آینده رو میسازن. خود این گفتمان ها شکل دادن به این بخشی از آینده ساختن هست و تأثیر متقابل، یعنی زندگی های اجتماعی اینطوری با هم با عمل و توهی و نظر ترکیب میشن. خب پس بنابراین مهمه، از این زاویه مهمه که ما این مسئله در طول تاریخ تحریف شده. مثلا فرض کن این روزها بعضی جاها این مسئله مطرح شد که نامه سرگشادهی که انیشتن آلبرت و هانا آرنت نوشتن، آرنت برای مثلا روزنامه نیویورک تایمز در مورد آپارتایدی که دولت جدید تازه تأسیس شده اسرائیل مناخیم اون دوره که از درون همون تروریست ها اون جریان هایی بودن که پاکسازی میکردن در اون بخش ها واسه دولت های بزرگ هم حمایت میشدن اون موقع، مخصوصا انگلیس و قدرت های اروپایی و البته بعدا آمریکا و اینا، چجوری همونا میگفتن بزرگترین فاجعه است بعد از هولوکاست برای خود اسرائیل، مورد نقد قرار دادن همون موقع ها 1948 در لحظه ای که این دولت تاسیس میشد. متأ خب مشمول اون زمان قدرت ها، روایت سازی ها، اینها اتفاق افتاد، الان ما میبینیم اینطوری هست تازه، ولی این شکاف معنا داره، مهمه. از این زاویه میخواستم به اون اشاره کردم، به اون منظورم اون بود. ولی در مورد وقتی جنگ غزه و اینا صحبت میکنیم روکرت های مختلفی داره. الان یک جوری به اصطلاح دولت آمریکا، تازه اونجا هم جناهای مختلف، حزب های مختلف یه جوری سیاست های خودشو دارن، اروپا یه جوری، الان مثلا فرانسه یه در جمع کرده که تحت عنوان این آتش بس و دفاع از مثلا دفاع از خود امنیت به اصطلاح اسرائیل و پایدار مثلا تضمین داده بشه، مثلا فرض کن تحت این عناوین هر کس بریکس، کشورهای بلوک شرق ساق، همه اینها به نحوی وارد صحنه شدن چون مسئله جهانی است و حکومت اسلامی هم که اصلا در واقع خودش صاحب نسق میتونه و جلوتر از بقیه، قبلا بخشی از کشورها و دولت‌های عربی این کار می‌کردن، مثلا صدام، مصر زمان ناصر، خیلی مسائل بسیار مشابه اونجا بوده قبلا، ولی الان حکومت اسلامی خیلی دو قبضه خودش رو بسیار طرفدار می‌دونه. الان میگه که وزیر امور خارجه در آخرین صحبت‌ها، اگه ما می‌خواستیم وارد جنگ بشیم شرایط منطقه جور دیگه اتفاق می‌افتاد، یعنی همتون رو در واقع مچاله کرده بودیم، انداخته بودیم، حالا بازی می‌کنن با همین صلح و آتش بس و خیلی مسائل دیگه که میدونیم، حالا اگه لازم شد صحبت هم میکنیم در یه فرصتی، ولی مهم اینه که میخوام بگم که روایت ها، گفتمان ها، روکرت های مختلف نسبت، ولی مهم صدای سومه، یعنی ما یک سیکل معیوبی میبینیم بین اسرائیل و حامیانش،
حماس و حکومت اسلامی، یعنی یه دایره معیوبن. این جهان و این بحران و همین در این چندین دهه ها ساخته و پرداخته کردن و برای حتی سرکوب تحولات داخلی خودشون در اسرائیل می شکل پیش رفته. در حکومت اسلامی که ما خیلی آشنا هستیم با گوشت و پوستمون، خیزش همین مثلا اینجا مثلا برای یه چیز اشک تمساح میریزه برای مثلا کودکان غزه که فاجعه است واقعا. خودش همین یک سال پیش چقدر مثلا کودک زیر 18 سال اعدام کرده، کشته، کور کرده، چشماشون نابینا کرده و با وقاحت شاهدین هستیم. و این یه سیکل کو مثلا معیوبی است که ایجاد میشه. بعد اینو بدونیم بحران همینطوری نیست که به هم مربوط نباشه و این بازیگران چگونه اینو همدیگر بازتولید میکنن، بدون هم اصلا نمیتونن دوام بیارن، خودشونو با ضدیت با اون تعریف میکنن و اینو اهرم سرکوب کردن برای مثلا حکومت اسلامی در منطقه قلمرو برای خودش بسازه و در داخل سرکوب کنه. اینو همین دولت اسلامی کار کرده، حماس هم به سهم خودش در قلمروهای خودش همین کار کرده و میکنه. یعنی اینو باید بدونید. و دولت‌هایی هم که حامی هستند مثلا آمریکا، اینا در سطح دیگه از اسرائیل هدف‌های خودشون در مقابل رقبای دیگه پیش می‌برن. پس بنابراین ما صدای سوم یعنی صدای علیه این نوع دوگانه سازی‌ها. دقیقاً هنرش هم همینه که الان شرایط ایجاد میشه، زمینه‌ها ایجاد میشه، چون این درسته که جنگ ادامه سیاسته، وقتی سیاست به بن‌بست میرسه جنگ وارد میشه، ولی یک معادله رو بعد یک کمی تکاملی ترش کرد، یعنی برد جلوتر، گفتش که جنگ هم الان در بن‌بسته. یعنی ما از سیاست که بن‌بست میرسیم میرسیم به جنگ، ولی جنگ حلال نیست، خودش بن‌بسته. غزه در واقع بن‌بسته و اینو نشون میده، یعنی جز کشتار نابودی هیچ راه حلی وجود نداره برای نتانیاهو برای این سیاست و این آینده نداره و اینو نمیتونه خودش اسرائیل از درون نمیتونه تحمل کنه. حالا به عنوان یک فاکتور، ولی تو منطقه نمیتونه تحمل کرد، جهان نمیتونه تحمل کنه، سازمان ملل و نهادها، یعنی این تداومو. پس بنابراین جنگ هم الان همین وقفه تحمیل شد، نشون میده که چنان این عناصری که به سلا به بنبست میکشونه قویه که اینها هم مجبورن علی رغم اینکه اونطوری با انتقام و با به سلا تعرض بیکران و کشتار حمله کردن، گوشاشون که کرده بودن، مجبور شدن فعلا. ولی این در واقع تزرزل اولیه است، این ترکی است که داره میخوره، به این نباید خوش بود، ولی باید بدونیم که این داره اتفاق میفته و ما باید اون معادله ای که گفتم جنگ هم بن‌بسته چجوری حل میشین؟ بن‌بست سیاستی دیگر، جهان تکفین تمدن اینطوری پیش رفته، سیاست های پیش روتر، نه سیاست های تقابلی، سیاست هایی که خشونت در برابر خشونت، نیروهای رهایی با خشونت تعریف نمیشن، دفاع میکنن ولی با مازاد رهاوردهاشون، مثل افقهایی که ارائه میدن برای انسان، برای رهایی، برای نجات از وضعیت تعریف میشن و میبرن. و اونهایی هم که بن‌بست هستن و بن‌بست رو در واقع دفاع میکنن، اونها میمونن در کنج. یعنی جهان به هر حال اینطوری میتونه پیش بره، منتها این بسیار مشکل توازن قوا و وضعیت. ما میدونیم که جهان در حال تاریکیه، فرو رفتن به تاریکیه. در اوکراین اتفاق میفته، قبلا مسائل اتفاق افتاده، الان این اتفاق افتاده و این بحران ها پشت هم دارن اضافه میشن. جهان وارد دوره محاق داره میشه. ما اینا رو باید بدونیم، ولی در این حال اون نیروهای دیگه با وقوف به اینها میتونن در واقع آژیر بکشن، وارد صحنه بشن و در واقع نقش آفرینی کنن. پس بنابراین صدای سوم این خیلی مهمه، که این که اوین 9 نفر زندانی، این صدا رو صدای سوم بود. یعنی فقط علیه به اصطلاح این نبود که به اصطلاح بی تفاوتی به عنوان هیولا، که این خیلی عالی بود گفتن، این یک مسئله است. ولی در این حال گفتن که جنگ یعنی همین در واقع سرکوب کارگران، زحمت کشان در منطقه، در ایران، در همه جا. و حکومت اسلامی با نعمت جنگ تا حالا تونست این کارا رو بکنه و حماس در درون خودش همین کارا رو داره میکنه در قلمروهای خودش، هر کس به قلمرو خودش. پس بنابراین صدای سوم اونجا رسا بود. الان میفراش اگه فرصت شد، نمیشه، ولی من در فرصت بعدی اگه شد اشاره میکنم. ولی الان
کوتاه میخواد بگم که این صدای سوم در واقع صدایی است که باید قوی بشه، روشن بشه و نشون بده روابط درونی بین وضعیت‌های کشورهای مختلف مثل ایران به عنوان نمونه حکومت اسلامی با مسئله فلسطین هم پوشانی دارن به لحاظ درونی درون بود، نه به لحاظ شعارهای انتزاعی، چون اونجا هستش که وقتی از درون جوامع و مسائلشون درتاشون با هم پیوند نمیخورن، پیوندهای ارگانیکی وجود داره، مثلا اینا گفتن خیزه شد از زندگی آزادی، مسئله تبعیض‌ها، مسئله ملی، مسئله فلان، کسی که اونجا این کار بکنه اینجا میکنه، یعنی اینا سرشت‌های متضاد متفاوت بیگانه با هم ندارن، پیوند اینها باعث میشه که ما بتونیم با روابط درومان موضع صدای سوم متوجه کنیم. من فکر می‌کنم یه فرصت شما بیشتر کنم الان به نظر میاد. متاسفانه شما چگونه می‌بینید این از این اگر از این دوگانه به اصطلاح حماس و اسرائیل بخوایم گذر کنیم و در واقع مسئله رو به گونه دیگری، هم تراژدی که داره در جهان ما داره رقم میخوره در ابعاد مختلف و هم به اصطلاح که یک به اصطلاح جنگ ادامه سیاست برای تغییرات بزرگ خصوصا هست، اینو چگونه میشه دید؟ شما این رویکردها رو چگونه نقد میکنید از نگاه چپ و نیروی ترقی‌خواه؟ ببینید، من به نظرم همون چه رفیق تقییم اشاره کرد و دقیق توضیح داد، به نظر من برای اینکه از این قفل شدگی در واقع اسرائیل فلسطین یا مثلا جنایات دو طرف فلان اینا تمام فاصله بگیریم، البته فلسطینی ها واقعیت اینه که نیرویی نداشتن که اصلا کاری بکنن، اسرائیل که واقعا داون کرده به اصلاح عرب های فلسطینی رو به طور کلی، اصلا فاجعه ای که اتفاق افتاده مدام صورت گرفته و در واقع اینجا نژاد برتر شده، همونطور که اشاره کردم یهودی ها، در واقع با یهودی ها، من با ملت یهود مسئله ندارم، یهودی ها حق دارن که یه ملت باشن، یک سرزمین به اصلاح خودشون رو داشته باشند و اینها دولتی داشته باشند، این هیچ مسئله ای من ندارم. منتها برای شروع خیلی ساده قبل از هر چیز باید از حق انسان، تک تک انسان ها دفاع بکنیم. مثلا به نظر من اونهایی که به اصطلاح از فلسطین دفاع میکنن بایستی تأکید بکنن که اسرائیلی هایی که در جنگ نیستند و اینها، در تک تک افراد اسرائیلی هم جانشون ارزش داره، انسان هستن. اینکه حماس رفت اونجا نمیدونم 1000 و چقدر نفر رو کشت و اینها، این قابل دفاع نیست، این جنایته. خب طبیعتا با این منطق مسلمه که از اسرائیل هم حساب کشی باید بشه که این فلسطینی کشی نمیدونم تحت عنوان مبارزه با حماس و اینا، حماس هر قد باشه چقدر مثلا نیرو واقعا داره، حتی اگه نیروی زیادی هم داشته باشه ناشی از درماندگی فلسطینی هایی که در یه زندان بزرگ گرفتار شده هم دو اینا، ولی اصلا اونطوری نیست، نفوذی نداره در منطقه ای که بین رودخانه بسلا اردن و دریا هستش. یکی از اسرائیلی های به اصطلاح طرفدار صلح اینو قشنگ گفتیه، 15 میلیون نفر زندگی میکنن، این 15 میلیون نفر اکثریت بسیار بالایشون خواهان صلح هستن، خواهان زندگی هستن، طبیعیه که اینها دنبال این به اصطلاح کاریکاتورهایی که درست میشه از دو طرف نیستن دو اینها. به نظر من اولین مسئله اینه که در همین جنگ نقدن از هر انسانی دفاع بشه، از جان هر انسانی، مطلقا از هر انسان. طبیعیه که جنگ راه حل مسئله فلسطین هم نیست، این رو هم بایستی مورد تاکید قرار بدیم، مخصوصا نیروهایی که هنوز هم فکر میکنن از طریق مبارزه مسلحانه و فلان و اینا میشه به اصطلاح اسرائیل رو
ناکوت کرد و فلان و اینا اشتباه بزرگی میکنن و این اشتباه دهه هاست اصلا اثبات شده است. نیروهایی هستند در داخل فلسطینی ها که نیروهای خیلی هاشون رهبرانشون لااقل چپ ها هستند و اینها معتقدن که مبارزه ما نباید کوتاه بیاییم از حاکمیت ملت فلسطین و اینها، حق فلسطینی ها برای کشوری مستقل و فلان و اینا، ولی به اصطلاح از طریق مبارزه مسالمت ها نیست، از طریق گفتگوها، از طریق مبارزات در اعماق جامعه که مردم و نه اینکه مثلا یه عده به اصطلاح افراد مسلح در واقع این رو پیش ببرن، بلکه زحمت کشان جامعه، اونهایی که واقعا رنج میبرن از این مصیبت ها، خودشون رو سازمان بدن و به شیوه هایی که مناسب میدونن اینها رو به اصطلاح به هدفهاشون برسن. دو اینا من به نظرم در اون صورته که راه این قفل شدگی به اصطلاح هموار خواهد شد و اینها که به اصطلاح راه باز شدن این قفل شدگی به اصطلاح هموار خواهد شد. به نظر من اون موقع در داخل خود یهودی ها، چه اونهایی که یهودی هایی که در اسرائیل هستند، چه یهودی هایی که در جاهای دیگه هستند، یهودی هایی که ساکن اسرائیل نیستن حالا خیلی روشن‌تر اینو در میابند و یهودی های داخل اسرائیل هم اینو یواش یواش دارن در میابند و این خیلی چشمگیر شده. بعد از این حادثه هم بسیار چشمگیر خواهد شد، یعنی اسرائیل با توجه به این اتفاق 7 اکتبر دریافته که، یعنی مردم اسرائیل، که آسیب پذیره. این آسیب پذیری رو از طریق اسلحه نمیشه از بین برد، از طریق یک روش انسانی باید از بین برد و اینها، از طریق به اصطلاح همزیستی با انسانهای دیگری که در منطقه هستن. من میخوام همون حرف اون اسرائیلی به اصطلاح مترقی رو بگم که این 15 میلیونی که در این منطقه هستند حق دارن همهشون زندگی بکنن و بنابراین راه‌حل‌های مختلفی میشه پیدا کرد برای حل این ماجرا. دو دولت مستقل میخواهید جدا از هم دیگه؟ خب باشه بکنید و اینا، که من خودم فکر میکنم دو دولت راه حلی نیست، بنبسته. این به دلایل مختلف که حالا محل اجرار بحثش نیست و اینا. آیا یک کشور و دو ملت میتونن با هم دیگه زندگی کنن؟ من فکر کنم نهایتا این میتونه راه حل باشه، ولی این هم به آسانی به دست نخواهد اومد. قبل از هر چیز بایستی با تأکید بر راه حل های انسانی و شیوه های مبارزات مسالمت آمیز به اصطلاح توده های مردم از پایین اینو پیش برد. در اون صورت که من معتقدم که راه به اصطلاح انسانی برای حق حاکمیت هم اسرائیلی ها و هم فلسطینی ها گشوده خواهد شد و اروپایی ها و دیگران هم به نظر من در نتیجه افکار عمومی اروپا را میگم، در نتیجه این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده این بار، مخصوصا این کشتار وسیعی که حالا ادامه داره و تمام دنیا شاهده، یادمون باشه که حالا همه تک تک ماجراها را مردم در 4 گوشه دنیا میبینن، عصر ارتباطاته و همه همه اونهایی که انسان هستن به ازش متاثر میشن و این راه حل گشوده خواهد شد. به نظر من این فاجعه واقعا وحشتناک مقدمه ایست برای اینکه اسرائیل به عنوان اینکه ما فلسطینی ها رو در واقع باید بکوچونیم ببریم جای دیگه و فلان و اینها، این تعطیل خواهد شد، به اصطلاح حق حاکمیت فلسطینی ها گشوده خواهد شد، منتها به شرط اینکه به شیوه های انسانی و مسالمت آمیز از طریق گفتگوها، از طریق مبارزات از پایین و به اصطلاح ترقی خواهی که حق هر انسان رو برای زیستن و برای خوشبختی یک حق به اصطلاح نقض ناپذیر
اصولی بدونه. من به نظرم این برای اولین بار در این شرایط در سطح افکار عمومی جهانی این جا داره میفته. امیدوارم من از این نظر با اینکه در وسط یک فاجعه واقعا بزرگ انسانی هستیم، ولی افق به نظر من برای گشوده شدن یک راه حل انسانی داره به اصطلاح باز میشه. متاسفانه هزینه های وحشتناکی توی این زمینه داریم مردم فرستیم، دقیقا دارن میپردازن و تا حد زیادی این روند پاکسازی ها و نسل‌کشی هاست که به مساوی یک سیاست عمومی حتی از دو طرف داره پیش میره یا درخواست میشه و اون توازن قوای نفرت خصوصا الان به نفع اسرائیل داره عمل میکنه. به این لحاظ این مسئله با شکل وحشتناکتری علیه فلسطینیان داره عمل میشه و به قول شما راه دشواری است، اما راه ناگزیری است برای اینکه این مسئله بحران و مسئله فلسطین حداقل در این قرن در این سالها بتونه راهی براش گشوده بشه، برای حل بشه. اگر نکته ای هست لطف بگید رفیق تقریب. متاسفانه به عنوان به سبب جنبندی خودم به اشاره کوتاه فشرده فقط میکنم. ببینید من از این معادله صحبت کردم، معادله سیاست جنگ و باز سیاست سیکلش، بخاطر اینکه جنگ هم پاسخ نیست، بحران بنبسته، پاسخی نیست و اینو الان نشون داده. ممکنه جنگ اولش نشون نده ولی الان هنوز چی نشده داره نشون میده، بحران خودشو در سطح جهان، در سطح افکار عمومی، همه جا در داخل اسرائیل. این یک مسئله. پس بنابراین سیاستی دیگر باید در پیش باشه. اون به این دلیل این مثلا سیکل میتونه از خروج پیدا بکنه از این بنبست که سیاست نوینی وارد بشه، چون اینا این مسیر به بنبست رسیده. خب من اینجا باید دقیقا ما تمام تجربیاتمون و دستاوردهامون و هر چی که هست در میدان سیاست جدید به کار بگیریم. اینجاست که صدای سوم، حالا تعریف میکنم کلمه صدای سوم، محتواش مهمه. از یک طرف دوگانه سازی از این سیکل معیوف پرهیز میکنه که تو ادبیات میبینیم هست دیگه، اینا دارن تولید میشن چون بازیگران سعی میکنن سیاست جدید رو در واقع گوشت و پوست بدن، رقابت و جنگ و نبرده. نیروهای آزادی بخش هم یک طرف قضیه هستن، اونا باید بتونن شفاف ببینن چی میخوان در فلسطین و در بیرون فلسطین، در همه جا، چون این مسائل جنبه های مختلف داره، فقط نقطه ای نیست، یک کشور یک منطقه. ببین این از این بر. برای اینکه این صدای سوم شفاف بشه فقط اشاره میکنم تیتوار یکی مسئله همین دوگانه سازی، یکی چند ملیتی، این پلورالیستی، این باید جا بیفته. یعنی بشر اگر از این عبور نکنه که زندگی همزیستی ملت ها شکلش مهم نیست، حالا مثلا کنفدراتیو فدراسیون با هم، اینا رو در عمل باید در گفتگوهای خود مثلا کسانی که درگیرن باید شکل بدن. راه های انتقالی طبعا وجود داره، تجربیات گذشته، مسائل جدید. مهم اون ایده هاییست که باید جا بیفته، نافذ بشه در جامعه به شکل فرهنگ، به شکل آگاهی، به شکل اراده عمومی در بیاد عمل کن. این اگه نباشه شما بقیه رو کاغذ هیچی، هزار جور راه حل داده شده رو کاغذ، خاصیتی نداره. پس بنابراین از نظر شیوه برای ما مهمه که مسائل جنبش زن، زندگی، آزادی نباید تحت شعاع نعمت جنگی که رژیم، و از قضا اگر ما بتونیم اینو خونسا کنیم که متولیگری فلسطین و ادعاشو ازش بگیریم، بهترین خدمت رو کردیم به خود این سیکل معیوبی که میسازه از طریق انواع مداخلات. میبینیم دیگه هیچ کس به اندازه ایران کمک و مداخله و اونم از جیب مردم فقر و فلان نمی کنه. به کی؟ به این آدم ها، به این جریان ها با هدف های خودش. پس بنابراین ما باید بتونیم چیکار کنیم؟ در اینجا به نبرد به رژیم بدیم، رژیم رو به سلاح خونسا کنیم، منزوی کنیم و از یک دو از پیوند مسائل درون ایران، نه از در افقی ایدولوژی انتزاعی، چون جامعه ما به اینا اصلا هیچ وقت نمیذاره، دنیا هم نمیذاره، حالا جامعه مدومون جوونا، محتوا، یعنی مسئله تبعیض، مسئله زن زندگی. زندگی وقتی شعار زن زندگی خیزشه یعنی که
علیه جنگ، جوهرش، گوهرش. باید اینها رو ما بتونیم پیوند درمان عمقی ایجاد کنیم تا بتونیم از این مخمسه‌ای که رژیم همیشه از این دشمن خارجی استفاده کرده، ما رو خفه کرده از تمام بد و تولدش تا حالا، جنگ، عراق، فلان، همه رو نگاه کنید که این فرصت ها به دست نیاد. اونجا هم که چی میبینید که آتش بیار خراب میکنه. پس بنابراین این راه و ما باید به هر حال صداش رو تقویت کنیم. الان خوشبختانه در ایران جوانه هاش زده میشه از زندان، نرگس محمدی مثلا موزه گرفته، گلرخ زندانی خانم مثلا در نظر گرفته، زن زندانی جسور، این زندانیان در نظر گرفتن بوده، جریان های دیگه هم دارن موزه میگیرن. باید شکل بگیره که این شکسته بشه این فضای روشن. خب در واقع نقطه پایانی که گفتن که در واقع در این برهه تاریخی این شاید الان یک آزمونی برای جنبش پیشرو زن زندگی آزادی که تا کجا باید با مبارزه تبعیض و دیگر سازی همراه و از کجا باید براش تبصره و استثنایی میتراشه. و این گفته که دقیقا ما این شعار نانسول آزادی و زن زندگی آزادی رو باید به گونه پیش ببریم که بتونیم علیه همه تبعیض هایی که نه فقط بر مردم ما بلکه بر همه مردمان منطقه و جهان هست بتونیم مبارزه کنیم. یک روی کرده انسانی رو که هر دوی شما باز برش تاکید کردید تاکید کرد. از هر دوی شما ممنون و سپاسگزارم. ببخشید رفیق شارگونه که فرصت میدید بیشتر در این رابطه چیز کنیم. حتما ما در گفتگاه آینده باز به این مسئله و روی کرده سوم خواهیم بند. براتون پیروزی و صلح و آزادی آرزو. شاد باشید.